فساد همه جا را فرا گرفته و صنف و گروه هم نمی شناسد. طرح مجلس ارتجاع برای به اصطلاح بازگرداندن اموال نامشروع مسئولان، اگرچه به اعتراف خود اعضای مجلس یک طرح نامنسجم دارای ابهامات بسیار ناقص و بی‌خاصیت است، اما ظاهراً تنها خاصیت نقد آن این است که بحث فساد را دوباره در نظام گر داده است. گزیده‌هایی از خبرهای مربوط به این جریان. احمد توکلی از مهره‌های باند خامنه‌ای 17 اسفند: اموال نامشروع باید از حلقوم مسئول حرامخوار به صاحبش بازگردد. برخی مسئولان فعلی از مسئولان در زمان شاه هم پررو‌تر هستند و با وقاحت اموال مردم و نظام را چپاول می‌کنند که لازمه برخورد با آنها پیگیری طرح اعادی اموال مسئولان است. برخی گمان می‌کنند تنها در زمان شاه این اتفاقات می‌افتاده است، اما برخی از مسئولان در جمهوری اسلامی بیشتر از مسئولان زمان شاه به بیت المال دست درازی و مال نامشروع کسب کردند. حمیدرضا ترقی از باند فاشیستی مؤتلفه 17 اسفند: باید مجلس از ابتدا بر مسئولان نظارت کند. این که پس از گذشت چندین سال بگوییم فسادی صورت گرفته یا مسئولی مالی را نامشروع به دست آورده یک ضعف است. از ابتدا باید بر روی فعالیت مسئولان نظارت و از فساد جلوگیری شود. آخوند فاضل میبودی از باند روحانی 17 اسفند: رانت و فساد در میان اصلاح طلبان باعث بی‌اعتمادی مردم نسبت به این جریان می شود. متاسفانه در این جامعه ما هر کجا که دست بگذاریم یک مشکل و ایراد را مشاهده می کنیم و متاسفانه فساد مالی و اداری همه جا را فرا گرفته و صنف و گروه هم نمی شناسد. از سوی دیگر برخورد ما هم با این قبیل رفتارهای زشت کم و ضعیف بوده و نتوانستیم به خوبی برخورد کنیم. به همین دلیل اکنون شاهد هر گونه فساد و راند میان همه احزاب و جریان ها هستیم. اشرت شایق، عضو سابق مجلس ارتجاع، 17 اسفند: برخورداری میلیاردی برخی از مسئولین در شرایطی است که بسیاری از مردم معیشت سختی دارند، در حالی که دولت همچنان معتقد به تورم تک رقمی و شاخصهای اقتصادی بسیار عالی است، اما سفره کوچک مردم رکود، بیکاری و گرانی بیانگر آن است که قیمت‌ها و کاهش تورم گویا تنها در کوچه‌های منتهی به منزل دولت مردان خلاصه می‌شود. سایت حکومتی اعتدال 17 اسفند: چرا اصلاح طلبان برابر رانت مرتضی حاجی سکوت کردند؟ به نظر می‌رسد رانت و فساد دو مقوله جدا نشدنی از میان افراد و جریان‌های کشورمان است. عقیده بسیاری از کارشناسان و جامعه شناسان قدرت فسادآور است و بر اساس همین موضوع درصد بالایی از افرادی که در قدرت حضور دارند خواسته یا ناخواسته دچار رانت و فساد می شوند. رحیم پور از قوی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی رژیم، 17 اسفند: در برخی رده های مدیریتی کشور خصوصا آنجاهایی که پول وجود دارد مفاسد اقتصادی چند هزار میلیاردی رخ داده که برای جلوگیری از وقوع این اختلاس ها در آینده باید عده‌ای از مدیریت کنار گذاشته شوند. برخی مسئولان دولت در منازل چند صد میلیاردی در شمال تهران زندگی می کنند و دم از عدالت می زنند که اینگونه نمی شود. نزدیکان مسئولان ردی اول کشور متهم به فساد هستند، ولی با گذشت چند سال معلوم نیست وضعیت پرونده آنها به کجا رسیده و در همین شرایط یک فرد عادی در کشور که چکش برگشت خورده شبانه دستگیر می شود و به زندان می افتد.